امروز پیش یکی از پناهندگان عزیزمون که به متاسفانه مدت زیادی هستش که تو ترکیه هسته و بیشترین درد پناهجوها رو و مشکلات رو بیشتر از همه خودشون وارد هستن چون خیلی مشکلات براشون پیش اومده، میخوام از زبون ایشون بشنویم که چه مشکلاتی داشتن، چجوری اینجا زندگی کردن و کلن نحوه پناهندگی تو ترکیه رو برامون توضیح بدن. قبل از هر چیز جا داره تشکر کنم از شما خانم گودرزی که محبت کردی، تشریف آوردید. درود میفرستم خدمت شما و تک تک ایرانیای عزیز، چه اینجا چه ایران عزیزمون و چه احسن اوقات دنیا که هستن. من ساسان هستم که مدت 5 سالی هست که زندگی پناهجویی در ترکیه رو به سر میبرم و این نبوده که بخوام از روی دلخوشی پاشم بیام. نه تنها که من به این صورت از روی دلخوشی نیومدم، بلکه هموطنانی که پا به عرصه پناهجویی میذارن همه با یک شرایط واقعا بحرانی وطن عزیزم و ایران رو ترک میکنیم و پا به این عرصه میذاریم، ولی غافل از این که واقعا داخل یه برزخ گیر کردیم، یعنی نه راه پس داریم نه راه پیش. حالا واقعیتش من خدمتتون عرض کنم، زندگی که به هر صورت هممون به هر عنوانی، یکی شرایط مسائل مذهبی که داخل ایران داشته، فعالیت‌های مذهبی که داخل ایران داشته، یا فعالیت‌های سیاسی که داخل ایران داشته، یا حالا اشخاص و گروه‌های بچه‌های LGBT یا همون بچه‌های دیگر باش هستن، که شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی براشون به وجود آورده که باعث شده این افراد وطن عزیزمون ایران رو ترک کنن و بیان اینجا و خودشون رو به کمیسارعالی پناهندگان معرفی بکنن، بلکه یک راهکاری برای این مشکلات برای خودشون درست بکنن و حداقل آرامش رو برای خود و خانواده‌شون به وجود بیارن. ولی متاسفانه اینجا هم برای خودش شرایط و مشکلات خاص خودش رو داره که حالا من به گوشه‌هایی از این مشکلات براتون اشاره میکنم که بینندگان عزیزم آشنا بشن با این مسئله. موضوع اول اینه که سخت‌ترین شرایط برای یه پناهجو اینه که باید اول شکم خود و خانواده‌اش رو سیر نگه داره. دیگه حداقل چیزیه که هر انسانی به هر حال اون زندگی روزمره رو باید بچرخونه، که متاسفانه این مسئله صورت نمیگیره داخل کشورهای پناهجوپذیری مثل ترکیه و مالزی و حالا کشورهایی که پناهنده پناهجو میپذیرن. چرا؟ به خاطر اینکه حق کار رو از پناهجو میگیرن، یعنی ما حق کار داخل کشورهای پناهجوپذیر رو نداریم، یعنی از همون بعد به ورودمون داخل کمیسارعالی پناهندگان عنوان میشه که حق کار پناهجو نداره. اگر حق کار نداریم پس از کجا زندگی روزمره رو باید بچرخونیم؟ باید به هر حال اون خانواده که میان اینجا، اون بچه‌ای که حداقلش اینه که نیاز مثلا به یک شیر در روز رو داره، خب پناهجویی هم که حق کار نداره ناتوان هست و نمیتونه کار بکنه و نمیتونه اون مایحتاج اولیه زندگی رو برای خانواده و خودش و خانوادهش مهیا بکنه، از همینجا مشکلات شروع میشه. مجبور هستش دست به کار سیاه بزنه و کار سیاهی که انجام میده، خب من تو این چند وقتی که داخل ترکیه بودم خیلی شرایط سختی رو گذروندم، با افراد زیادی روبرو بودیم. کارهای سیاهی رو که ما میکردیم، یعنی شاید باورتون نشه، بدترین کاری که هیچ وقت تو ذهن هیچ ایرانی نمیگنجه دست به ایستادیم. از کارگری گرفته، از انواع اقسام شغلهایی که واقعا سخت بوده، یعنی داخل ایران هر کسی دست به همچین کارهایی نمیزده، ما مجبور هستیم برای گذران زندگی این کار رو بکنیم. حالا به طور مثال من دارم خدمتتون عرض میکنم، اتفاقا چند وقت پیش بود توی یک جایی ما رفتیم برای کار که حدوداً 20 نفر از پناهجوهای ایرانی و افغانی اونجا حضور داشتند، کارخونه سنگی بود
که خود اشخاصی که به هر حال توی این زمینه فعالیت دارن بهتر این موضوع رو درک میکنن که تیغای بسیار بزرگ و بسیار کار خطرناک، سنگهای سنگینی بود که بچه ها بر میداشتن، حمل و نقل میکردن و این تیغه ها برای برش دادن این سنگ ها با اپراتوری این قضیه که وقتی میومد برش میداد هر لحظه احتمال این رو میدادیم که اگر این تیغه بخواد مثلا در بره چه شرایط اسفناکی رو برای ما تک تک ما به وجود میاره و هیچ کدوم از پناهجوهایی که اینجا هستن بیمه هم نیستن، یعنی حق بیمه هم نداریم، یعنی اگر خدایی نکرده کوچکترین مشکلی برای این افراد به وجود بیاد هیچ شخصی پاسخگوی این مسئله نیستش و بارهای بار من شبها وقتی به خواب میرفتم کابوس این رو میدیدم که مبادا این مسئله بخواد برای ما مشکل ساز بشه و از خواب میپریدم. و سوای این مسئله کارفرما همیشه از این مسئله سوء استفاده میکنه، یعنی بیشترین تایم کاری رو از یابانجی ها یا همون خارجی هایی که اونجا هستن ازشون کار میکشه، بیشترین تایم ساعتی و کمترین حقوق رو براشون در نظر میگیرن و هر وقتم کارفرما نیازی نداشته باشه به کارگرش به راحتی میتونه اخراجش بکنه و کارگر به هیچ عنوان حق دفاع از خودش رو نداره، چرا که اگر به هر مرجع قانونی ما رجوع بکنیم به راحتی میگن که شما حق کار ندارید و چون حق کار ندارید و جریمتون، حالا اگر جریمتون نمی کنیم خدای خودتون رو شکر کنید، شکرگزار باشید و به این مسئله زیاد چیز کشش ندید و به همین راحتی پاسخگوی مشکلات ما میشن به این صورت. موضوع دیگه ای که دوستان پناهجوی ما اینجا واقعا شرایط سختی از لحاظ مسکن دارن، یعنی من خودم به شخصه شاهد این هستم که 3 تا 4 تا خانواده داخل یک خونه 60 متری زندگی میکنن و هر کدومشون داخل یک اتاق، یک اتاقی که اگر بخوام براتون حالا این رو وصفش بکنم شاید اصلا قابل وصف نیست، ای کاش دوربین بتونه از این خونه ها فیلم بگیره و بینندگان ببینن چه شرایطی دارن. فوق العاده شرایط سختی هست، 4 خانوار داخل یک خانه 60 متری با فرزند کوچیکی که اونجا دارن و بارهای بار از طرف صاحبخانه مورد اهانت قرار میگیرن که شما چرا تعدادتون زیاده یا اصلا خونه هاشون رو به این تعداد اجاره نمیدن، مجبور هستن که یک نفر بگیره و دیگر دوستان بیان باهاشون همخونه بشن. آقای ساسان در مورد تحصیلات بچه ها که پناهنده ها بچه هاشون آیا میتونن مدرسه برن، برای تحصیلاتشون آیا امکاناتی بهشون داده میشه یا نه، در این رابطه میخواستم ازتون سوال کنم. واقعیتش در رابطه با تحصیلات بچه، خب من خودم هم یه بچه کوچیکی دارم که به هر حال این دوران مدرسه رو 1 سال رو پشت سر گذرون، یعنی سال اول دبستان رو پشت سر گذرون، ولی خب اوایلش ما مشکلاتی داشتیم از جمله این که فرزند من یک شماره نامبر تیجه در واقع اینجا ما بهش میگیم نمره شماره کارت حالت ملی کشور ترکیه هستش که اون رو نداشت و 1 ماه بچه من خودش به شخصه از تحصیل محروم بودش که ما بارهای بار رفتیم گفتیم این الان شرایط تحصیلش هست، از درس عقب میفته، ازتون خواهش میکنیم، گفتن تا تج صادر نشه ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. در صورت با یوان مذاکره کردیم، این قضیه انجام شد ولی خب 1 ماه از تحصیلش دور موند. به هر حال توی 1 ماه بچه ها تو شرایط با رویات هم آشنا شده بودن، تازه یک شاگرد خارجی وارد اون محیط شده بود، خیلی سخت پذیرفتن خود بچه های همون مدرسه، ولی در کل علاوه هزینه
کمک هزینه ای نمیشه بابت چیز، فقط هزینه تحصیل رایگان هستش، یعنی درس خوندن داخل مدرسه دولتی رایگان هست، مشکلی بابت این نبوده. ولی هزینه خب پوشاک داره یک مؤسسه، هزینه کتاب هستش، رفت آمد خیلی سخت هست. به هر حال یک بچه خردسال داشتن اینه که به هر حال باید ببری برسونی داخل مدرسه و دوباره برش گردونی به منزل. خب توی این مسیر یا باید سرویس بگیره اون شخص پناهجو، یا اینکه باید خود پدر یا مادر این رو ببره برسونه مدرسه و بیاره. خب قاعدتاً به خاطر شرایط سختی که هستش اکثرا بچه ها، یعنی پدر مادر رو باید جفتشون کار بکنن و این شرایط یه جورایی سخت میشه برای فرزندشون، چون نمیدونیم باید چه بکنیم. فرزند رو کی باید ببره؟ پدر باید ببره برسونه؟ اگر من بخوام ببرم به عنوان پدر خب از کار عقب میفتم، اگر مادر بخواد ببره ایشون هم به همین صورت هست و مجبور هستیم هزینه ای بابت سرویس بدیم. خب اینم خودش یکی از بزرگترین مشکلاته. ولی چاره ای نیست. نهایت این که الان توی این شرایط، ببخشید، داخل این شرایط خیلی از مادرها مجبور هستن به خاطر اینکه رسیدگی بکنن به شرایط فرزندشون از شغل خودشون رو محروم میکنن، حتی شغلی که سیاه هست، کار سیاه هستش، محروم میکنن و مجبور هستن به خاطر فرزندشون به حال باشن. سوال دیگه هم در مورد وضعیت پناهنده هایی که مریضی خاصی دارن، آیا بیمه چیزی بهشون تعلق میگیره توی اینجا توی این شهر؟ بهشون کمکی خواهد شد، کمکی میشه؟ یا سازمان ملل یا همون UNHCR کمک خاصی به اونا میکنه؟ یعنی شما کمکی دریافت میکنید در این رابطه؟ واقعیتش کمک، ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که من چیزی به اسم کمک ندیدم. به هر حال ما همه انسان هستیم، یه جور بیشتر از اینکه کمک باشه توی یک سری از شرایط احساسات بیشتر داره عمل میکنه تا اینکه بخواد کمکی به طور قانونی باشه. خیر، یعنی اگر شخصی دچار مثلا یک، حالا مثال میزنم، آسیبی ببینه، صدمه‌ای ببینه، حالا چه از مثلا سر کار داشته کار میکرده، به فرض مثال پای شخصی میشکنه، تنها در اون صورته که قانون این رو میگه که این شخص به عنوان یک شخص اورژانسی پذیرشش بکنن داخل بیمارستان دولتی. ولی در شرایط دیگه به هیچ عنوان و هیچ دارویی، چه از طرف UNHCR اگر نیازی باشه برای اون بیمار، چه از طرف خود دولت ترکیه، هیچ کمکی صورت نمیگیره و خود همون پناهجو است که باید این هزینه ها رو تقبل بکنه و از جیب خودش این رو پرداخت بکنه. و بارهای بار شده، من خودم به شخص پناهجوهایی رو دیدم که واقعا خیلی شرایط بحرانی علاوه اون بیماری که داشتن کشیدن، درد کشیدن، سختی دیدن، اون بیماریشون رو همینجوری تحمل کردن، ولی توان این رو نداشتن که بتونن حداقل اون بیماری که دارن، اون دارویی رو که نیاز دارن، حالا شاید خیلی برای شما هضمش آسون نباشه، ولی من به عینه دیدم این مسئله رو که ناتوان بودن که بخوان 10 لیر بدن و اون دارو رو بگیرن، چه بسا اون تسکین میده اون دارو بهشون. متاسفانه این درد رو همینجوری تحمل کردن و به دوش کشیدن و دارن میکشن. و متاسفانه نه، من چیز خاصی ندیدم بابت کمک. آخرین سوالی که ازتون دارم این هستش که به عنوان یه پناهنده‌ای که سالیان سال به طور فعال توی اینجا هستید و کمک میکنین هموطنامون رو از لحاظ اینکه زبون بلدید، براشون کار ترجمه انجام میدید و کمک هایی که مثلا پناهنده ها میان جا ندارن، مکان ندارن و جایی که اولین جایی که میان توی شهر
دنیزلی من میان خونه شما و تو اینجا ساکن میشن. آقا استاسان یه سوالی میخواستم ازت بپرسم که و به عنوان یه پناهنده ای که مدت زیادی هستش تو ترکیه هستید و بیشتر به پروسه پناهنده و پناهجویی واقف هستید، میخواستم پرسم ببینم که آیا سازمان UNHCR به اندازه کافی جویای کار پناهجویان هستش، پناهنده ها هستش، یعنی روند کارش رو شما قبول دارید، در چه مرحله هستش؟ واقعیتش بچه هایی که این پروسه رو طی میکنن وقتی خودشون رو از روزی که به سازمان کمیسارالی پناهنده با معرفی میکنن سه مرحله داره در واقع. یک مرحله پیش مصاحبه، در واقع یک مرحله فقط معرفی هست که بتونن یه وقت پیش مصاحبه بگیرن از کمیسارالی پناهندگان، بعد وارد پیش مصاحبه میشن و بعد مصاحبه اصلی، که متاسفانه این سه مرحله پروسش خیلی طولانی هست و اکثر پناهجوها از این مسئله ناراضی هستن و شرایط خب خودتون میدونین با این وضعیت بحرانی که داخل ترکیه برای پناهجو به وجود اومده یا اقصانوات دنیا فرق نمی کنه، حالا من با کشور دیگه هم که صحبت میکنم پناهجوها به همین صورت نارضایتی دارن، شرایط باعث شده که وضعیت بحرانی تر بشه و پروسه ها طولانی تر شده. متاسفانه من چندین بار با بسیاری از عوامل همین سازمان صحبتی داشتیم، گفتن که ما رسیدگی میکنیم، قرار وکلای بیشتری رو برای رسیدگی پرونده ها بذارن و قرار بود که بهتر بشه، ولی متاسفانه چیزی که ما شاهدش هستیم این گونه نیستش و شرایط فعلا توی طولانی شدن پرونده ها همچنان سپری میشه. یعنی تعداد مدت این که جواب به پناهنده هامون بدن طولانی هستش و این پناهنده تو ترکیه نه اجازه کار داره، نه حق تحصیلات داره به طور کامل، نه میتونه برای امرار معاشش بره یه جای دیگه کار کنه، نه میتونه خونه بگیره، کلا مشکلات رو هم هستش و از یه جایی اومدن که از وطن خودشون اومدن با همه اون مشکلاتی که داشتن اومدن بیشتر اینجا درگیرتر شده و متاسفانه سازمان ملل هیچ کاری براشون انجام نمیده. در واقع متاسفانه همینطور که میفرمایید صحیح هستش، ولی خب ما انتظارمون اینه که با این شرایط حداقل کاری که هموطنهای ما در اقصی نقاط دنیا که هستن از طریق همین رسانه ها، از طریق همین سازمان های بشردوستانه، بنیاد های خیریه، کسایی که واقعا دستی در عرصه فعالیت های بشردوستانه دارن، اینه که این صداهای ما رو برسونن و شرایط بحرانی ما رو براشون تشریح بکنن و از لحاظ حقوقی بتونن این مسئله رو پوشش بدن تا بتونن یه مرهمی باشن برای درد ما پناهجوها. و من جا داره همینجا تشکر ویژه‌ای بکنم از بنیاد نوروز که واقعا تنها بنیادی بوده که همیشه حمایت کرده پناهجو رو و من خودم به شخصه خیلی سپاسگزارم از این بنیاد به خاطر زحماتی که کشیده، چون خودم به شخصه شاهد بودم بسیاری از پناهجوها مشکلات بیماری که داشتن دارو کمک کرده، حتی کمک هزینه کرده بابت هزینه بیمارستانشون و خدمتتون عرض کنم که مسائل مالی رو مقطعی برای پناهجو تا حد امکان حل کرده، ولی خب یک دست صدا نداره. یعنی فقط یک بنیاد، من انتظارم اینه که به تنهایی این همه آواره ایرانی که در اقصی نقاط دنیا وجود دارن رو نمیتونه جواب گوش بشه. به خاطر همین از تمام فعالین حقوق بشر، سازمان های بشر دوستانه انتظار این رو دارم، از ملت عزیز با احساس ایرانیمون این انتظار رو دارم که دست به دست هم بدن و حداقل اون حداقل آرامش رو به زندگی این پناهجوها برگردونن.
بازم از شما خانم گرایش خیلی سپاسگزارم به خاطر اینکه محبتی کردید، تشریف آوردید به منزل ما و دوستانی که به هر حال من میدونم مسافت خیلی دوری رو تشریف آوردید و شرایط رو از نزدیک دارید میبینید. بازم خیلی سپاسگزارم از تک تک همکاراتون، همکارای عزیزتون در بنیاد که واقعا محبت داشتن نسبت به این مسئله. با امید اینکه یک روزی همه ما ایرانیای عزیز آزاد و آزادانه در ایران عزیزمون دور هم جمع باشیم و این آوای آزادی رو در میهن عزیزمون شکوفاش بکنیم. من خیلی تشکر میکنم به عنوان اینکه پناهنده یه پناهجوی هموطنی که واقعا صدای مردم و هموطنامون رو داریم میرسونید به گوش مردم، به هموطنامون تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم. مرسی، زنده باشید.